مخاطبین من که همه زبان اسپانیایی هستن، ما لایو یوتیوب داشتیم آثار حضرت آقا رو دونه دونه به زبان اسپانیایی ارائه میدادیم. بچهای مکزیک که اکثر مخاطبین ما هستن، حدود 30-40 هزار تا تو یوتیوب مخاطب داریم، گفتن حاج آقا چه خبر ایران؟ شهریور گذشته. حاج آقا چه خبر ایران؟ گفتم چطور؟ گفت به مرجع تقلید ما داره تو خیابونای تهران توهین میشه. شما نشستی داری نگاه میکنی، غیرت نداری؟ گفتم خب چرا؟ خب من حوزه کاریم نیست، من کارم همین. نه آقا نمیخواد بر ما دیگه منبر اسپانیایی بری، برو هم ترون خودتون رو جمع کنید. مخاطبین اونور آب ما، مقلدین حضرت آقا، اونها به ما فشار دادن، نمیخواد. بلند شو برو هم ترون خودتون، بلند شید دانشگاه خودتون بنشید بهت پاسخ بدید. یک آقایی که بچه‌های نوجوان و اینا رو پرورش داده، تینیجرها رو پرورش داده ضد آخوندا قیام کنن، اینا دور اون پیرمرده اما آیت اللهشون رو میگیرن. بهش میگه که خیلی براتون متاسفم که در این جای تاریک و سرد جانتون باید گرفته بشه، اما یه جمله کلیدی میگه، میگه اما هر چیز نوعی که بخواهد بیاید کهنه ها باید بروند. هزینه داره. هر چیز نوعی که میخواهد بیاید کهنه ها باید بروند. یهو بچه ها میریزن، بچه های فنگلی میریزن دورو پیرمرده، بچه 6-7 ساله، حد اکثر 9 ساله 10 ساله، هر کدوم یه خنجر دستشونه، میریزن سر این پیرمرده، یعنی آخونده، چاقو چاقوش میکنن، خون میپاشه از دهنش، هم خون میپاشه بیرون سر صورتش هم. بعد آهنگی که هست، روال فیلم که هست، شما رو به نقطه میرسونه از دیدن این صحنه کیف میکنی، لذت میبری، اصلا کسی متاثر نمیشه از دیدن این صحنه. یه قسمت دیگه جز اوجهای گیم آف ترونز. رفتیم کیش، گفتن آقا یه مدرسه قیام کرده، اینا همه کلا سلخ دادن. گفتم من آخوند کافرام، مثلا من سخنرانی هم برای کافرا و سلخت‌ها ایناست، بریم. گفت مشکل نبود، من مشکل ندارم، من آخوند کافرام. تو کلمبیا میرم همه مخاطب من سلختن. آقا رفتیم توی اون دبیرستان، همه دخترها سلخ بودن، تقریبا 30-35 نفر بودن. ما شروع کردیم صحبت کردن، یکیشون زرنگ بود، فهمید من دارم چیکار میکنم. یه خانومی هم بود مشاور اونجا بود، روانشناسی تخصصی خونده بود، میفهمید من چه تکنیکایی دارم رو مخاطبم اجرا میکنم، تکنیکای همراهی چی الاخر. این دخترم فهمید، دیدم دونه دونه در گوش دخترها داره صحبت میکنه، یکی یکی از سالون اینا رو میبره بیرون. آقا 37 دقیقه بیشتر ما نتونستیم صحبت کنیم، دقیقه تقریبا 37م کلا سالون خالی بود و من کسی دیگه نبود. بعد من به خانم چیز معلم مشاوره گفتم آقا چند تا تکنیک رو اینا اجرا کردی که مثلا، ولی این دختره زرنگ بود فهمید، جلسه رو خالی کرد. گفتم خب من کم نمیارم، برم باشون خدافظی کنم، حالا که رفتن اینا سر کلاس من برم باشون خدافظی کنم که دیگه فکر نکنم ما کم آوردیم. میرم رفتم پیش دخترها سر کلاسشون، گفتم بچه حالا شما که تشریف بردید، اما من اومدم برای به رسم ادب خدافظی کنم که میخوام از مدرسه‌تون برم، بی ادبی نباشه از طرف من. دختر گفت حاج آقا هر غلطی میخوای بکنی بکن، تا خون کفن نشود این وطن وطن نشود، بدون ما شماها رو میکشیم، ما شماها رو این مملکت بیرون میکنیم، ما شماها رو چی میکنیم فلان. گفتم خیلی متشکرم، حالا ما خون دادیم انقلاب کردیم، شما خون بدید ادامه، موفق شد اومدیم بیرون. یکی از دوستان با ما بود، از مسئولین بود، اون دختر خانومی که جلسه رو خالی کرد و برد تو دفتر. دختر جون بله، چی تو ذهنت شما؟ اون شناختی که تو ذهنت چیه که حاضر شدی به خاطر اون این کارو بکنی؟ حتی وارد گفتگو نشدی با ما. گفت میخواید ما رو چیکار بکنید؟ ببین یک شناخت میتواند یک نوجوان مثلا 15 ساله رو به یک رفتار انتحاری برسونه. ببین چی گفت، من نبودم اونجا، بعدم برای من تعریف کرد. گفت دختره گفت میخواید منو چیکار کنید؟ من اصلا خود اخراج کنید، اخراج کنید، میخواید منو زندان بندازید، زندان بندازید، میخواید مثل این همه دختر، دروغ، حالا دروغی که رسانه میگه، این همه دخترها که بهشون تجاوز کردید به منم تجاوز کنید، اشکال نداره، میخواید منو اعدام کنید، اشکال نداره، این نهضت آزادی خون میخواد، ما خون میدیم، بذار نسل بعدی آزاد باشه، بذار من شهید این مسیر شم، نسل بعدی دست شما آخونده آزاد بشه. ما هرشون مرتب توی جلسات اینا میریم، قیافه ما هم یه جوری که هر کی میبینه، چون مثلا عمام و ریش دیگه تو فیلم‌ها هالیوود همه به قول خودشون سنیور بمب، آقای بمب، مثلا این لباسه که تنمون زیرش بمب است، این جلیقه انفجاری فلان. تو خیابون گاهی اوقات به من گفتن الله اکبر، صدا بمب در میآوردن، یا مثلا به من گفتن سنباد، علی بابا، بن لادن، زیاد به من گفتن اسامه، به من گفتن سلام سلام اسامه بن لادن.
از یه دفعه هم 4 تا جوان مست بودن، آخر شب بود، شب شنبه شبی بود، آخر شب داشتیم از مرکز میومدیم، اینا دیگه مست بودن، چش با باطن بینه و چیم گفت اما همجد گفت حال نور، حال نور بینشون روشن شده بود و اینا، یه دیدم به من گفتن مسیح، حضرت عیسی مسیح، عیسی مسیح سلام علیکم. این حال 4 تا معتاد. از یه جا دیگه هم کاراکاس بودیم، اونجا کاراکاس نژادشون اصلا ریش در نمیاره، مثل چاوزه، آخرین آدم که با ریش دیده بودن همه اینجا بود. آقا یه حدیم اونجا هم من ریش هم کمتر بودم، مثلا سال 2008 داریم همین ریش معمولی کم بود، یه حدیم یه معتادی انداخت رد ما میدوه، دیدم چی میگه، دیدم میگه احمدی نژاد منو میدوه. خلاصه قیافه ما چون خاصه مثلا خیلی انگشت‌نما بودیم و اینا. یه جشنی هم البته تو غرب دارن به نام هالووین. هالووین مردم لباسای ترسناک میپوشن، همه میرن باهاشون عکس میگیرن. حالا لباس ما هم دیگه اونا ذهنشون بن لادن و طالبان و اینا، همه دوست داشتن با ما عکس بگیرن، سری هم سلفی میذاشتن، آقا با یکی این تروریستا مسلمان عکس گرفتیم. دو تا دختر خانم تیپ مثلا کلمبیایی اینا ونزوئلا وایسادم جلو، گفتم بونو لاچیگا سیکن سکل لفوتو اپورنسو که جنات نموس موچو تیمپو، میخواید عکس بگیرید بودید، میخوایم بریم، عجله داریم. گفتن نو 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 کرمو سکل لفوتو. گفتم ما عکس نمیخوام بریم. گفتن خب منتظر چی هستید؟ تو آمریکای لاتین مرسومه، خصوصا بین چپیا و سوسیالیستا و اینا، اونا خیلی لایتن، یعنی مثلا سخنانی رو خیلی حال بکنن خانوما یه آغوش بهش هدیه میدن، میان دمش گرم، خیلی انقلابی بود، دستشون رو وا کردن استموسکی برگلرت اون ابرسه، ما اینجا واستیم یه آغوش به شما هدیه بدیم. آقا این پسر بغل من سانتیاگو بهش میگفتیم سانتی، گفتم سانتی جوابشونو بده، مسیحی بود تازه داشت میومد مرکز، گفت نونو موچیس اگراسی اساس اون ریلیجیوس و مسلمان نو پد اسپتر سرگل، گفت یه اخوند مسلمان این هدیه شما رو نمیتونه قبول کنه. این داش کلاستی ما حیف شد، یهو دیدم دارم میان جلو، گفت انتوس نوسوت رو لبموس اسرون بسو، گفت ایشون نمیتونه ما رو در آغوش بگیره، ما که میتونیم بوسش کنیم. اومدن جلو، گفتم سانتی بود اومدن، گفت نو نو پر فاور پر فاور نو لس ریلیجیوس و مسلمان نو لدم بسو، گفت اخوندا به کسی بوس نمیدن. بعد دوباره این دختران هر که لستی من حیف شد، دستشون رو دراز کردن جوی انتوی لبموس استرچل لمنو بهش دست میدیم، چون این زیاد بر ما پیش میومد تا خانمه این کار بکنم دستم میچسبونم جوری به سینه، گفتم کندو به مسلستم از پن مسلمان و الکراسون ده پروفوندیدت دل کراسون ده سندو الگری یا پروسپریدت تو دلو بونم، گفتم تا خانمار ما میبینیم دستمون رو قلبمون میذاریم، از صمیم قلب و از اعماق وجود آرزوی سعادت و شادکامی و خوشبختی و موفقیت و چی دبیست و همینجوری رده هم میگفتم. دختره همینجور دیگه نم ناراحت نمیشد، هم دیگه دست نده بودم. بعد همینجور که داشتم براشون توضیح میدم همینجور باشتا گفت انسری و جدی میگی؟ گفتم آره جدی میگم. یهو دیدم دختر اول پرید، دومی هم پرید، خدای چی شد؟ اون پیرمرده بود گفتم جلو نشسته با عصا، با عصا از پشت دو تاشون رو محکم زد، گفت خودتون جمع جور کنید، گفت معلومه تا شماهای این طرفداران انقلاب و ضد آمریکا و این چیزا تو این کشور ما نمیتونیم جلو آمریکا بایستیم، ببین یه خارجی هم میبینید بخواد خودتون رو بهش بند کنید، آخر هفتهتون هم تو دیسکو و سکس و فلان و ایناست، با شماها معلومه نمیشه انقلاب کرد. این که سرباز خمین عبارت رو گوش بده، ببین فهم یه پیرمرد سیاسی کلمبیاییه، گفت اینی که سرباز خمینی اومده اینم جوونه مثل شما، اینم مثل شما شهوت داره، اما خمینی به اینا یاد داده اول جلوی شهوتشون بیستن بعد میتونن جلوی آمریکا اسرائیل بیستن، گفت اینو خمینی به اینا یاد داده، واسه همین میتونن جلوی آمریکا اسرائیل بیستن.